سلام، برنامه انتخابات. من محمد نصیر فیاض به اتفاق همکارم میزبانی برنامه هستم. ادعاهای مستقیم کمیسیون مستقل انتخابات بر مداخله سریع ارک در امور انتخابات ریاست جمهوری دیگر اما وگرهای مهندسی را به زعم منتقدین رئیس جمهور غنی بیخی کمرنگ ساخته و نگرانی ها برای ازدیاد تنش مداخله گرانه ارک در امور انتخابات ریاست جمهوری و استادگی بر موضع اپوزیسیون رئیس جمهوری یا نامزدهای معترض همچنان شدت داره. به تازگی مولانا عبدالله یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ارک را به امور مداخله امور انتخاباتی متهم ساخت و این اتهام میتانه یک شاک خیلی بزرگ به دنبال بدنامترین انتخابات پارلمانی افغانستان باشه که هنوز موزلش در درون پارلمان افغانستان یک افتضای خیلی کلان ایجاد کرده. چگونگی پاسخ ارک بازم برمیگرده به عدم علاقمندی پاسخگویی سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان در رسانه ها به مردم و خاموشی ارک نسبت به اتهام. اما اتهام خیلی درشت است، اتهام خیلی شدید است، اتهام از خود کمیسیون مستقل انتخابات نسبت به ارگ است و این نشان میده که اگر فضا شفاف ساخته نشه و این انتقادا در کنار رقبای انتخاباتی رئیس جمهور غنی، نهادهای مشاهد، شرکای انتخابات افغانستان از درون کمیسیون مستقل انتخابات قسمی که در انتخابات پارلمانی افغانستان سر بیرون کرد سر بیرون کنه، یک شاک و یک بحران بزرگ را میتونه برای مقدمات انتخابات ریاست جمهوری ایجاد کنه. امشب ما میخوایم مجموعه فاکتور را بحث کنیم، چقدر ارک مداخله داره، میزان مداخلهش، فاکتایی که در مداخله هست، تاثیرگذاری مداخله و اتهام مهندسی انتخابات ریاست جمهوری که بیشتر نامزده انتخابات ریاست جمهوری به شمول شریک قدرتش آقای عبدالله عبدالله نسبت به کمپاین‌های قبل از وقت و نسبت به تلاش‌های آقای غنی در مهندسی انتخابات از اون نگران هستند. قبل از اینکه بحث را آغاز بکنیم و مهمان‌ها را معرفی بکنیم، یک کلپ کوتاهی از آقای عبدالله از گپ‌های گذشته‌اش تا کم مستندسازی کنیم بیایم بس. در دور رئیس جمهور حلقات وجود داره که بعض کارهای ما را که غیر قانونی هم باشه به سرعت انجام میده و بعض کارهای ما که اگر قانونی هم باشه برش مانع وجود خلق میکنن که از هر دو گونهش ما اسناد داریم. بر بحث بیشتر با ما جناب آقای اسدالله سعادتی، معاون دوم پکیج انتخاباتی آقای عبدالله عبدالله در انتخابات رئیس جمهوری در نیمه اول هستند. فرامرز تمنا نامزد انتخابات ریاست جمهوری و نجیب الله احمدزی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای میدیم میخوام بدن. خوش آمدید بگم آقای سعادتی را. بحث نخست یک اتهام بزرگ، یک شاک کلان را در بیرون خلق کرده. چقدر در درون حکومت شما از این نگران هستین و چقدر فاکتورهای قابل محاسبه نسبت به این اتهام ها پیش شما هم هست در قبال ارگ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون. خب در این که مداخله از بیرون است، از ارگ است، این تردیدی قبلا هم نبود، ولی به دلیل از این که ادعاها به قول شما از بیرون بود، شاید برخی ها تردید میکردن که ممکن است نظریات سیاسی باشه، ولی حالا که این صدا از درون کمیسیون مستقل انتخابات هم بلند شد و پس لرزه های دخالت مستقیم ارگ و کارمندان دفتر ریاست جمهوری تا و توان را از اعضای کمیسیون هم ربود، دیگر من فکر میکنم دیگر هیچ کسی نباید تردید بکنه به اشتهای دخالت مستقیم ارگ. متاسفانه این تیم به اندازه اوریان دخالت میکنه که حتی خودشان ظرفیت خجالت را هم نداره. حالا قانون برایشان مهم نیست، اصول اخلاقی برایشان مهم نیست و بزرگترین شاهد دخالت مستقیم را هم شما در اعلان نتیجه انتخابات پارلمانی کابل دیدین که قبل از اینکه اعضای کمیسیون اطلاع داشته باشد، ارگ ریاست جمهوری از طریق تلویزیون ملی نتیجه را اعلام کرد. حالا هم در تعیینات، در تقرر، در پالیسی ها، در طرز العمل ها، در
این که چی شود چی نشود مستقیما ارگ دخالت میکنه. ولی حالا پرسش اصلی است که واکنش کمیسیون مستقل انتخابات در این رابطه چیست؟ اگر اینها تمکین بکنه به این دخالت ها، من فکر میکنم این تمکین کردن بازی به چند تا مسئله حیاتی است. اول بازی با حیثیت، عرض، آبرو و حتی سر خود اعضای کمیسیون مستقل انتخابات است. دوم بازی با مشروعیت دولت و ثبات آینده افغانستان است. و حالا هر دو فاکت تقریبا زیر پرسش است. بله. سوم بازی با حق و اراده مردم افغانستان و سوم همچنان آقای صدیقی. بله. بنابراین حالا باید سایر اعضای کمیسیون مستقل انتخابات هم مانند آقای صادقی باید دارم در انتخابات پارلمانی افغانستان ما زمان که دبت داشتیم در درون تلویزیون مناظره داشتیم، معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مشابه با آقای عبدالله از مداخله خیلی رک رئیس جمهور در امور انتخابات افغانستان پرده برداشت، اما دیدیم که خیلی بزودی لبها استبلر شد و دیگه حرفی از آقای معاون بیرون نشد در رسانه ها نسبت به این مداخله ها. حالا یک کس جسارت کرده در درون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، شاید به دلیل از اینکه حیثیت شخصی خودش در یک روند کلان زیر پای نشه صدا را بلند کرد، اما سایرین گمانه‌زنی است که بیشتر مهره های ارگ هستند و تأثیر پذیر هستند. چی باید شود نهایتش اگر این اتهام بسته میشه و این چیز فاکتور هم خیلی اوریان وجود داره، آیست آیست ما با شش میزان نزدیک میشیم؟ دقیق است. ما در یک جلسه ای که با اعضای کمیسیون داشتیم به صورت واضح بیان کردیم، اونا میگفتند که ما مداخله را قبول نمیکنیم و استقلال خود حفظ میکنیم. من گفتم که اساسا در بعضی موارد نیاز نیست تا از طریق شما کار انجام شود، تمام مهره هایی که در ذیل شما است و اونا به صورت مستقیم مسئولیت اجرایی دارن و در دارالانشا است، اونا به صورت مستقیم مهره های ارگ است و زیر دستور ارگ و برنامه ارگ کار میکنه. بنابراین خیلی نیازی هم نیست که ارگ مستقیما از طریق اعضای کمیسیون کارهای خودشون رو پیش ببرن و دستگاه اجرایی در اختیار ارگ است. این یک نکته که بسیار مهم است و اگر واقعا ارگ ریاست جمهوری و دولت افغانستان اراده‌ای برای اصلاحات می داشت، در عرض برکناری و معرفی کردن اعضای کمیسیون های قبلی باید اون دستگاه اجرایی و کسانی که به صورت مستقیم اجرا کرده بود و مهندسی کرده بود اراده مردم را، اونا هم باید به دستگاه عدلی و قضایی معرفی میشد که نشد، اونا را گذاشتن و دیگران را برای گرفتن زهر چشم معرفی کردن که اگر اعضای کمیسیون بعدی تمکین نکنن به خواستهای ارگ، ارگ این توان را دارن که افزون بر این که اونا را برکنار بکنه معرفی هم. خیلی بازی خیلی بازی جالب است. دقیق. حالا ارگ بخواه در تبانی با یک تعداد از مهرهای خود فارغ از کنترل کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هر آنچه دلش میخواد بکنه. آقای عبدالله شریک 50% میگه که در تقررهای حکومت بدون مشوره به اقدام میکنه و بیشتر کمپاین گونه بازی میکنه و ما هم از طریق فیسبوک خبر میشم. منتقدین بیرون اپوزیسیون و شرکای انتخاباتی یا نامزدا هم به گونه اعتراضات خود با توجه به ارائه فاکتورهای خیلی رک و راست دارن. حالا اگر یک بازیگر به این حد توانمند است، پس برنده بعدی انتخابات رئیس جمهوری آقای غنی خواهد بود؟ خب بحث یقینا در تقلب، در قانون شکنی، در واقع مسائل خلاف اصول و خلاف رفتار اینا رکورد دارن و من فکر میکنم که بحث توانمندی نیست. بسیاری های دیگه هم ممکن است توانایی داشتن در گذشته ها حاکمان افغانستان، یعنی هر حاکمی، هر دولت مردی، هر رئیس جمهوری اگر تابع حد و حدود اخلاقی و قانونی نباشد، به لحاظ قدرتی که در اختیار داره، پول، نظام، دولت میتونه کارهایی را بکنه. چند تا آدم ملکی که به نام کمیسیون مستقل انتخابات نشسته توان مرعوب ساختن اونها را داره، ولی بس است که قانون و اصول اخلاقی محدود میکنه. حالا این یک جانب قضیه است. جانب دوم قضیه است که ما خیلی نگران نتیجه نیستیم.
ما فکر میکنم که هر نوع دخالت و هر نوع مسائل از این دست ممکن است که چاه باشد برای سقوط کردن خود این اشخاص. یعنی چی؟ ما فکر میکنم مردم افغانستان میدانند، شعور مردم بسیار بالاست. هر چقدر که دستگاه ارگ به تقرری ها و تبدیل ها و انفکاک ها بیشتر مبادرت بکنه، به همون میزان از مردم افغانستان بیشتر فاصله میگیره. به هر اندازه مردم افغانستان طبیعی است که فاصله داره با حکومت. بله. مردم افغانستان خیلی هم نگران است از عاقبت عملکردهای حکومت، و مردم افغانستان هم از خیلی چیزای دیگه در کنار آقای غنی از سیاسیون بیرون از قدرت هم به سطوح آمدن و تک تک هر کدام هم شناسه و تاریخشان نشان داده که چی گونه آدم های هستن بر سر سرنوشت مردم افغانستان. اما بحث مردم نیست. اینجا یک تعداد افراد صندوق پر میکنن، تقلب میکنن و بالاخره نتیجه از اون منشه میگیره، نه رای مردم. خب من فکر میکنم این بار مجال برای این تیم داده نخواهد شد که یک تقلب میلیونی رو اینا انجام بده. یعنی شما خودتان میگن که کمیسیون افراد دلخواهش هست و هر کاری که دلشان بکنه او را میکنن، و از طرف دیگه میگن مجال داده نمیشه. خب مجال داده شده. مجال داده نمیشه. من فکر میکنم که خواب تقلب میلیونی رو باید اینا از سر خود بیرون بکنه، به خاطر از اینکه فعلا بحث سر این است. هم در حلقات بیرونی حامیان بین المللی افغانستان که انتخابات افغانستان را سپورت میکنه، هم بین نامزدان افغانستان به عنوان یک طرف عمده بازی و زینف در قضیه، هم بین احزاب سیاسی و حتی مهره ها و چهره های در درون هر دو تا کمیسیون که سر یک پکیج روشن و معین تکنیکی و حقوقی قبل از قبل به توافق پکیج برسن. یعنی چی؟ پکیج چی؟ و هیچ کسی مجال تخطی از اون نداشته. ما مفهوم پکیج خب نمیدونم. ما این بحث تکنیکی را اگر اینجا بابشه باز کنیم، حالا لااقل چیزی که برای بیننده میگیم لااقل بفهم پکیج خب یعنی چی؟ سر یک پکیج توافق یعنی چی؟ ببینین که بحث ما ایست به صورت واضح و روشن که از آغاز شروع رایگیری در روز انتخابات تا ختم رایگیری تا نوشتن نتایج رأی محاسبه شده تا ارسال آرایی که به سرورهای مرکزی ارسال میشه، این با سیستم با سافت‌ویرهای معتبر از طریق شرکت‌های بین‌المللی باید تنظیم شود که ما دخالت عامل انسانی را به حد اقل برسانیم. دو تا باب کلان برای تقلب وجود داره. تلاش میکنیم یک نوع دلجمی توخالی ذهنی برای خود است. ساختن یک مدینه فاضله بدون ابزار از او. ما میخواییم از سافت‌ویرهای بسیار پیشرفته استفاده کنیم، نمیمانیم این پکیج، در حالی که از طرف هم میگین که آقای غنی تک تک در درون کمیسیون مستقل انتخابات مداخله میکنه و مهرهای دلخواهش است. حالا این سافت‌ویرها اول خیالی است. قرار است که انتخابات بدون کاربرد تکنولوژی بایومتریک شکل بگیره یا تدبیر شود، و در نهایتش در انتخابات پارلمانی هزاران جعل و تقلب با اسناد برای کمیسیونا کشیده شد. نتیجهش یک چهار تا قلدر و دزد و پولدار رفتن به چی و حق مردم خورده شد. در نهایتش چیزی چی فایده داره؟ واضح است، بس مبسر روشن است. یک، اشتهای مداخله و تقلب و قانون شکنی در ارگ غیر قابل کنترل است و پوشیدن. چرا؟ این یک. چرا؟ میخوایم توضیح بدم مسئله. دو، بحث ما است که در کمیسیون هم مهره های هست که زیر فرمان ارگ کار میکنه، به خصوص در لایه های پایینی در دارن لایه تکنیکی. ولی بحث این نیست که تلاش های دیگران هم به نتیجه است. ما فکر میکنم که ما چیزی را مطرح نمیکنیم که او قابل عملی شدن نباشه. حالا چی است که عملی میشه؟ مثلا بسیار ساده است. شما یک چیزی دارین به نام دستگاه بایومتریک. در انتخابات پارلمانی چی کار کردن؟ آمدن اول ایره در اختیار حکومت گذاشتن. این بار نامزدان نباید اجازه بدن که حکومت دخالت کنه، نمیدهن اجازه. یک. دو، در انتخابات قبلی آمدن در نخستین ساعات روز انتخابات اعلان کردن، مصوبه دادن که هم آرای بایومتریک شده و هم آرای بایومتریک ناشده دارای اعتبار است. یعنی باب تقلب را گشودن.
سوم در انتخابات پارلمانی اینا بعد از اینکه نتایج را از محلات جمع آوری کردن از طریق دیتا انتری به قول خودشان مهندسی کردن. ما این سه تا باب کلان تقلب را با استفاده از تکنولوژی بایومتریک این بار میبندیم و اگر این سه تا باب بسته نشود ما فکر میکنم رفتن به طرف انتخابات قرار نیست که انتخابات بر اساس تکنولوژی بایومتریک برگزار شود. آقای سعادت قرار هست. خب ما چون تکنیکی بود نمیخواستم، حالا باید توضیح بدم. بحث اول ما چیزی بود که حالا عملی نیست. بحث اول را اول میخوام توضیح بدم. اول میخواستیم که ثبت نام رای دهندگان بر اساس بایومتریک کامل باشه. یک. مرحله دوم میخواستیم تثبیت هویت اشخاص بر اساس اون ثبت نام و توسط دستگاه باشه. مرحله دوم میخواستیم که رای گیری بر اساس ماشین باشه و مرحله چهارم میخواستیم شمارش هم بر اساس ماشین باشه. حالا این مرحله گذشت. فعلا یک چانس در اختیار داریم که خود کمیسیون هم سر از این بحث میکنه، فعلا حامیان بین‌المللی هم سر از این متمرکز است. آن این است که ما همون دستگاه های بایومتریک دست داشته ای که در اختیار داریم برای آن دستگاه ها اپلیکیشن ها و سافت ویر های ساده ای بسازیم که تقلب رو حداقل برسونه. مثلا اما این گذشته از اون پلای شکسته است که قبلا هم در انتخابات پارلمانی با می خیال پردازی ها به ناکامی کشید. یک توضیح بدم حل میشه مشکل. فکر می کنم خیال پردازی نیست، یک بحث کاملا واقعی است و این نیست. اول ما باید بیایم مثال بتونم آقای ثابتی قرار بود در قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی اصل تکنولوژی بایومتریک با فشار طرفین یا شرکای انتخاباتی بر کمیسیون و ارک اعمال شود. رئیس جمهوران پذیرفت. چندین برنامه سلسله‌وار تلویزیونی هم نسبت به کاربرد تکنولوژی گرفته شد. احصای مرکزی و کمیسیون مستقل انتخابات هر دو 100% از کاربرد مثبت از این هم به مردم خبر دادن و اطمینان دادن. نهایتا روز انتخابات به افتضاح کشیده شد، ماشینا کار نکرد. حالا چی تضمینی وجود داره که همین خیال پردیزی ها در روز انتخابات افغانستان باز هم تکرار همون گذر از پل های شکسته انتخابات پارلمانی نباشه؟ موافقم با نگرانی های شما. نگرانی های شما رو داریم. به خاطر رفع همون نگرانی هاست که ما راه حل دارد میسنجیم. راه حل ما این است. یک، هیچ رأی بدون بایومتریک در هیچ جای افغانستان اعتبار نداره. اگر بایومتریک کار نکنه چی؟ فرض کنیم که امروز بایومتریک کار نکرد، باید در صدها ابزارهای رای دهی بایومتریک بدونه، حالا حق رای مردم انتخابات رو باید دوباره برگزار کنه. اصلا معنا نداره انتخاب تکنولوژی کار نکنه، اصلا معنا نداره، قابل قبول نیست. در دایکندی، در بامیان، در قریجات افغانستان دفعه قبل کار کرده، هیچ مشکلی پیش نمیاد. این یک سوال، یک احاله به محال است که کار نمیکنه. اگر کار نمیکنه معنیش این است که عامل انسانی نمیگذره و در صورت با انتخابات مجدد باشه. این یک باب تقلب از اینجا بسته میشه. دو، آغاز و انجام رایگیری توسط دستگاه بایومتریک باید تایمر زده شود که اگر فردا به شکل پرسال کنیم آقای سعادتی، حالا یک چیز خیالی، یک چیز فرضی است. هنوز ما در فرضیات میچرخیم و در فرضیات برای خود زمینه رقابت در یک محیط بسته باز میکنیم. شما خودتان میگین که آقای غنی در کمیسیون مداخله میکنه، کمیشنر کمیسیون میگه مداخله میکنه، شرکای انتخاباتی میگه مداخله میکنه، نهادهای مشاهد میگه مداخله میکنه. حالا چرا چشم بسته شده نسبت به تمام مداخله ها و منتظر هستیم که بعد از تکمیل تمام مداخله ها و آمادگی های ارگ ریاست جمهوری بریم باز در روز انتخابات ما جلو بشه با یک فرضیه که تضمین از اون وجود نداره که کاربردش چگونه است جلو بشه بگیریم؟ چرا حالا ببینید بحث انتخابات شفاف فرضیه نیست، خیال پردازی نیست. بحث انتخابات حالا شفافیت هر روز زیر پای میشه، شما خودتان میگید. بله، میخوایم در آینده نشه. اما حالا چی؟ چرا حال جرابش گرفته نمیشه؟ خب بحث حالا ما طرف هنوز ما فاصله داریم با انتخابات. حالا همین که از درونی موقع خوب برای جلوگیری همی است که فاصله داریم. شما تا دقیقه 90 منتظر میمونید که میگه خیر هر چی میشه شوه در روز انتخابات منتخب. همین اکنون که صداهای از درون خود کمیسیون مستقل انتخابات میخیزه معنیش است که مقاومت های شدیدی وجود داره و یقین داشته باشین که تا زمانی که بر سر اون پکیجی که عرض کردم به توافق نرسیم انتخابات برگزار نمیشه. این بس خیال پردازی نیست، این یک مکلفیت. اون پکیج همین توضیحاتی که دادین آخر اجازه ندادیم توضیحات گرش تکنیکی تر بود. ما بحث ما است که ما باید چند تا درس رو بگیریم. اول
انتخابات در گذشته ها تقلب میلیونی میشد، صندوق پر میشد. این تقلب میلیونی با اصل قرار دادن بایومتریک، با اینکه هیچ رأی غیر بایومتریک قابل اعتبار نباشه، جلوش گرفته میشه. دو، در زمان گذشته بعد از جمع کردن آرا از محلات در زمان دیتا انتری مهندسی میشد. این با فرستادن اتوماتیک نتایج آرا به سرور مرکزی کمیسیون، سرور مرکزی کمیسیون شکایات و سرورهایی که کاندیدا باید برای خود آماده بکنه، این مشکل حل میشه. اینا بحثای خیالی نیست، ماها سر از کار شده. شما آقای صادقی، شما بر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شاکی و نگران هستین یا نه؟ ما اجازه بدین توضیح بدم. ماها سر این طرح کار شده، هم با کمیسیون کار شده، هم با کمپانی‌های خارجی کار شده. کی اجرایی میکنید؟ هم خامیان کمیسیون مستقل انتخابات. اما شما سر کمیسیون مستقل انتخابات باور ندارید؟ خب ما هر چقدر که شما دخالت عامل انسانی رو کم کنین اطمینان پیدا میکنین. کمیسیون مستقل اما اگر دخالت عامل انسانی 100% است و در درون کمیسیون همی صدا بلند میشه، پس معلوم است که اجرا کننده ها طرح شما هم افراد هستند که به زعم شما امر و نهی میشه از یک جای دیگه. ببینید، شما سیستم جلوی کارار میگیره. یک ایده است که شما آدم های صادق پیدا کنین، آدم هایی که اشتهایی برای تقلب. اما سیستم ناقص است آقای صادقی. ثبت نام رای دهنده ها به اساس سیستم نشده. لست رای دهنده ها با 200 مشکل مواجه است و مشکلات تکنیکی خیلی زیادی هم در قبال هست. ممکن نیستم هست، ولی بس این نیست که هر چیزی که دیگران خواست اون میشه. اراده اگر باشد که هست و تصامیمی که کاندیدا و نامزدان انتخابات رئیس جمهوری فعلا دارن، من یقین دارم که هم عملی است و هم جلوی تقلبات میلیونی رو میگیره و کمیت کسانی را که چشم به تقلب دوختن به شدت لنگ میکنن. بس این نیست که امکان نداشته باشد، امکان دارد. یک عزم ملی و بین المللی در این راستا شکل گرفته و در برابر این عزم ملی و بین المللی نه کمیسیون مستقل انتخابات تاب مقاومت دارد و نه چند تا متقلب ارک تاب مقاومت دارد. من فکر میکنم که لااقل ما با حرفای شما یک مقدار خوشبین شدم که شما با اون رقیب آقای غنی خیلی هم خوشبین هستین برای آینده انتخابات افغانستان با یک طرحی که پایه از او اگر است. بله اگر حالا است. اگر پایه طرح اگر شما با صدها اگر دیگه چلنج شود، در اون صورت چی خواهد شد؟ خب ما فعلا سر یک به قول شما سر یک برنامه یا طرح کار میکنیم که فرض ما ایست که او عملی شود. اگر او عملی نشود، در او صورت ما هم عقیده شما میشیم. فقط بحث ما فعلا اما ایست چرا که از تجربه گذشتن ما نیاموختیم؟ بحث ما کاملا آنچه که ما پیشنهاد میکنیم، طرح ما همه برگرفته و متخذ از تجربه های گذشته است. ما باب های تقلب اما در کنار اگر فکر نمیکنید که یک تضمین نیاز باشه تا مبادا سافت‌ویرای طراحی شده در صدها ماشین بایومتریک که اجرا کنندش کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است بتانه حداقل مو شفافیت که شما میگین از طریق ازو تضمین کنه؟ هست، نگرانی های هست، ولی ما باید نگرانی ها را به حداقل برسانیم. امکانی به حداقل رساندن نگرانی ها وجود دارد و ما از یک امر محال بحث نمی کنیم. ما از یک امکان ممکن بحث میکنیم. چطور ممکن است؟ همین امکانی که وجود داره چطور ممکن است؟ همین اکنون شما دستگاه بایومتریک را دارین، همین اکنون یک گام شما گذاشتین در انتخابات پارلمانی. از ببینین در انتخابات پارلمانی شما در مقابل یک کس استاد هستین، یک مثال در مقابل یک کس استاد هستین که هر بار مشت میزنه. بله. و این مشت به صورتتان کوبیده میشه. و شما توقع دارین که با طرح یک اگر به طرف مقابل اقناع ایجاد کنین که مرا مشت نزن و او هنوز هم نیت مشت زدن داره و تمام ابزارهای مشتنی را پیش خود داره. ببینین پاشنه آشیلی طرف مقابل وجود داره. بس این نیست که شما در میدان استاد میشین یکی از طرف ها فقط میتونه که به قول شما مشت بزنه. شما در میدان استاد میشین، او طرف مقابله که با خدعه، با نیرنگ، با تقلب، با شکستن قاعده ها چشم به اونا داخته. ما فکر میکنم اونا سقوط های آزاد و سقوط های مرگبارتر دیگری خواهد داشت. کسانی که در قالب قاعده بازی میکنن، من فکر میکنم که نباید دست کمش گرفت. ما بحث ما این است که بله اگرهای زیاد است. اگر
جلوی تقلب گرفته نشود، اینا چشم به تقلب دوخت. چقدر آقای عبدالله در تفاهم با سایر نامزدهای معترض لااقل یک پکیج ابزار فشار بیشتر بر ارک میخواه شکل بده تا لااقل می مداخلاتی که فعلا هست و که میشون نسبت به اون نگران است جلوزو گرفته شد. ما یک تعهد بسیار روشن و یک اراده بسیار مستحکم و پولادین داریم که باید خودم مطمئن بسازیم که دروازه تقلب های میلیونی و صندوق پر کردن باید گرفته شد. این هم بر اساس اگر است. ما یک اراده مستحکم داریم. ما در رابطه با این نتیجه اراده کار، شما چی؟ کار دوامدار سر آقای عبدالله یک صدا کشید نسبت به تقریه آقای غنی و گفت که در زی زمان خیلی نامناسب است و حتی مسخ است که ما از طریق رسانه اجتماعی خبر میشیم نسبت به او. اما بعد از او هیچ واکنشی هم نیست. آقای غنی هم همچنان با موری کارتای دوام تفکیک است. بله جلوی تقرری های حکومت ممکن است گرفته نشه، ولی یادتان باشه اما جلب تقرریه کمیسیون همچنان گرفته نشد. آقای بله کمیسیون متفاوت است. کمیسیون شاید مداخله بتونه ولی در اختیار مستقیم ارگ نیست. ما بسیار وضعیت و تقرریه حکومتی سناریو بسیار تاثیر را نداره. سناریو نه تاثیر نداره، تاثیر برعکس داره. اونایی که چرا آقای عبدالله نگران از این بود؟ خب از لحاظ قانونی درست نیست، بس تنها انتخابات نیست. اما آقای عبدالله نسبت به انتخابات نسبت به شکایت کرد. ما در یک قاعده بازی میکنیم که در اونجا قانون اخلاق سیاسی هم مطرح است. در هیچ جای دنیا کس در پایان دوره حکومتی مقامات و کابینه را تغییر نمیده. صدها تهدید نسبت به عملکردهای ارگ، ولی از لحاظ عملی ما بس میست که کسایی را که از وظیفه دور میکنه اونا مثل بمب اتم آقای غنی را پایه های اما دستگاه اجرایی دست از اونا نیست. ولی دستگاه اجرایی دست دیگه کس داره؟ اون یک مامور میشه. بدون دستگاه اجرایی یک فرد عادی میشه و هیچ تاثیرگذاری هم نداره برای مامور. فقط نان خود میخوره. زیاد نگران اونها نیست. حالا انتخابات گذشته رو مامورین خراب کردن. خوب. نه از آسمان کس دیگه پایین شد. انتخابات گذشته رو مامورین خب همه دست داشتن به یک شکلی. ولی هیچ چیزی تک عاملی در این دنیا نیست. عوامل مختلفی هست. اشتراک کنندگان مردم هست، احزاب هست، حکومت هست، کارمندان هست، کمیسیون هست. بس است که تجاربی که از تقلب های گسترده گذشته اندوخته شده و راه هایی که برای جلوگیری از این تقلب سنجیده شده راه های ممکن است و راه های شدنی است و سرش کار جریان دار. حالا اگر شما باز هم تحقق پیدا نکنه و ما با گذشته هر روز بر پایه یک مهندسی خیلی شدید بریم به طرف انتخابات ریاست جمهوری، چیز الترناتیف هم است برای شما با سایر نامزدها یا نه؟ علاقه نداشتم و حالا هم علاقه ندارم که به این سوال پاسخ بدم، چون اگر تحقق پیدا نکنه نتیجهش بحران افغانستان است. دیگر کسی حاضر نیست در این کشور نتیجه یک انتخابات مهندسی شده تقلبی را در انتخابات سال این صحبت های آتشین آقای عبدالله هم چندین بار در انتخابات قبلی کرده بود، اما به قبل خودش مثل جام زرد دو باری انتخابات را باخت. تنها آقای عبدالله نیست، اینجا یک اراده مستحکم ملی و بین‌المللی برابر نیست. کجا است او اراده؟ لااقل ما شاید هشدارهای پی همه این نامزدها بودیم نسبت به حکومت افغانستان، اما دیدیم که هیچ چیز ازشان ساخته نیست. بحث دیگه است، اون بحث کاملا یک بحث جداگانه است، ربطی به این نداره. ولی یادتان باشد که این بار نتیجه یک انتخابات تقلب آمیز پذیرفته نمیشه و کس خواب تقلب را باید از سر خود کنار بگذاره. بسیار تشکر. در یک قاعده قانونی باید برنده شود. بسیار تشکر آقای سالتی. فکر میکنم که غنی دیگه او چانس رو نداره. بسیار تشکر. شما زنده باشید. یک وقفه کوتاه سپری. یو ډیر لوی عمل چې تقریبا ناهیلی توب بیرون کې را څرګند کړی ده هغه تورونه دي چې د کمیسیون دننه پر ارګ واردېږي چې په انتخاباتو کې مداخله کوي یا ټاکنې ننګونو سره پر مخ بیایي. اما دغه تورونه چې د ارګ مداخلې پر کمیسیون او د هغه نتیجې پر ټاکنو باندې د تخنیکي له پلوه څه اثر کیدای شي ولري، او همدارنګه د سعادتي خبرو پر بنسټ که د هغو دغه فرضیه یو طرحی چې په خاطر د مخنیوي د دغه مداخلو نیولې ده هغه پلی نه شي، څومره ستونزې به د سیاسي لاس است که شکل ورکړي، او نهایتا راتلونکي ټاکنې به څومره د حقوقي او تخنیکي د قاعدو پر بنسټ پر شفافیت ولاړې وي او هغه
بایللی او تللی اعتماد چې په ټاکنو کمیسیون باندې او د انتخاباتو په لړۍ باندې بیرون کشته هغه بیرته له سره راوګرځي. دا هغه بس دی چې د خلکو یا د رای ورکوونکو په اسانو کې اوس موجودی. د برخې کې موږ سره نجیب الله احمدزی د ټاکنو د کمیسیون پخوانی رئیس حضور لري او همدارنګه زموږ تخنیکي همکاران هڅه کوي چې ښاغلی تمنا د راتلونکي ټاکنو نوماند هم د ویډیو کانفرنس له طریقه موږ سره وصل کی. ډېر زیات ښه راغلاست ښاغلی احمدزی. لومړۍ پوښتنه هغه شک و چې دویم ځل لپاره وروسته له پارلماني انتخاباتو نه مخکې چې د معزوله دولتي د کمیسیون مرستیال ورکه اوس ښاغلی مولانا د کمیسیون له منځه راځي چې وایي ارک مداخله کوي. دغه مداخلې څومره کیدای شي چې تخنیکي له پلوه هرک ته داسې زمینې برابرې کړي چې هغوی وشي کولی چې انتخابات په یو شکل د خپل په ګټه وکاروي؟ مننه کوم فیاض صاحب له تاسو نه او د تاسو د تلویزیون همکارانو څخه چې یو مهم بحث ته مو دعوت راکړې ده. د دې نه مخکې زه غواړم چې مقدماتي یو څو خبرې موضوعاتو باندې بحث وکړم چې د راتلونکو ټاکنو دپاره خورا مهمې دي. د تخنیکي اړخ نه ما څو څو ځلې همیشه په هر تلویزیون کې دا تاکید کړی ده چې که موږ د افغانستان خلق غواړي چې رڼې او شفافې د قوانینو مطابق ټاکنې ولرو نو دې دپاره تعهد او تخنیکي افرادو ته په کمیسیون کې ضرورت ده چې متاسفانه تخنیکي افراد موږ په کمیسیون کې یو فرد هم د په مرکزی دفتر کې نه لرو چې دوی یو کانسپټ باندې کار وکړي او میکانیزم باندې کار وکړي چې راتلونکي ټاکنې صحیح طریقې سره مدیریت کړي. دا یو بحث ده. په دې باندې موږ سترګې نسو پټولی. دویم بحث دلته دا ده چې تاسو ولیدل د ثبت نام دغه پروسه چې وړم ورځ هم په دې باندې ما ډېرې خبرې وکړلې هغه دا ده چې که چیرته د ثبت نام پروسه په میلیونهاو ډالر په دې باندې مصرف سوال امنیتي ارګانونه په تکلیف دي او د افغانستان خلکو ته دوی اګاهیامه پروګرام باید یو میاشت مخکې وړاندې کړی وای. متاسفانه موجوده کمیسیون هغه اعتماد سازي چې د ولسي جرګې ټاکنو نه په خاطر باندې له منځه تللي دي او په نړیواله سطح باندې هغه ټاکنې وشرمېدلې د هغې نتیجه هم دغه وه چې دوی باید اعتماد سازي کړې وای. درې درې نیمې میاشتې مخکې ما په یو تلویزیون کې هم دا ویلي دي خو متاسفانه دوی دغه اعتماد سازي ونه کړله. هغه کوم اعتماد چې په کمیسیون باندې و دغه د دوی غیر هغه بس چې موږ اوس کوو خلاف دغه شی ده چې تاسو وایئ. په کمیسیون کې ظرفیت شته نه دا د بحث وړ خبره نه ده. په کمیسیون کې اعتماد سازي شته نه دا د بحث وړ خبره نه ده. ټول بحث په دې راغلی ده چې په کمیسیون کې هغه تخنیکي کسان ګمارل کیږي چې راتلونکي انتخابات برخلاف د قاعدې او سیستم یا کانسپټ چې تاسو وایئ د ارک په نفع وکاروي. اوس بس دا ده چې څومره دغه ظرفیت که کارل کیږي په کمیسیون کې د ارک پر مداخلې دا کوي چې مستقیمه ونډه ولري دغه په منفعت. فیاض صاحب زه د خپلو د ټاکنو د تجربو له هغه نه د افغانستان خلکو سره معلومات شریکوم او زه تخنیکي بحث ما همیشه کړی ده. په اتلسو کاندیدانو باندې تېره هفته هم دلته غږ کړی ده. که تاسو غواړئ چې د افغانستان حیثیت وساتئ که تاسو غواړئ چې دغه هیواد مو د ناورین او د بحران وژغورئ تاسو په خپل منځ کې کینئ یو تخنیکي میکانیزم باندې کار وکئ چې څنګه د لا شفافیت لپاره تاسو کار وکئ. اوس خو زه شفافیت په ټاکنو کې نه ګورم ځکه تاسو ولیدل نوی قانون چې تعدیل څه نونسمه ماده دویمه فقره په صراحت سره هلته راغلی دي چې په ټولو مواردو کې باید د سیستم یا د بایومیټریک نه استفاده وسي. د هغه وخت کې کیږي کله چې دوی اوس غواړي چې د انتخاباتو په ورځ باندې بایومیټریک یا سیستم استعمال کړي او هغه بایومیټریک یا هغه اوزار چې په تیرو ولسي جرګه کې ترینه استفاده وسوله هغه نه سیستم ده نه بایومیټریک ده هیڅ شی هم نه ده. یو بازار کې یو شی اخیستی دي او راوړي دي کمیسیون ته ټول بس دل یو کټک دی ټول بس دلته ده. مونږ یو خیالي فاضله مدینه د سعادتی د ډاکټر عبدالله دویم مرستیال په راتلونکي پکیج کې اوس واورېدل چې هغوی وایي مونږ نویمې دقیقې ته منتظر یو بالاخره هر هغه شی چې کوي ودی شي مونږ به دغه دستګاګان راځي نوی سافټویر به په هغه کې انستالوو او رای به د ده په واسطه استعمالیږي هغه تکرار تجربه چې پایلې د پارلماني ټاکنې وي. اوس بس دا ده چې له کنټروله وتلي دا مسایل دي لوری آمدن دې ته چې کینی کوم کانسپټ جوړ کړي هغه طرحه چې شفاف سازي کې هغه نشته او یو لوری غواړي مداخله وکړي دغه مداخله څومره اثرناکه ده په کمیسیون کې؟ اوله موضوع خو د بایومیټریک یا د اوزارونو استعمال د انتخاباتو په ورځ باندې
ما مخکیم دا ویلی دی چې که چیر تا سفتینام پا تکنالوجی ونسی او شناسایی دی و انتخاباتو پا ورز دل تکنالوجی نا استفاده ونسی پا میلین هاو دالری چی مصرف کردی دا افغانستان حکومت دا دا بیجای دی یعنی دا پا شفافیت که 15% شفافیت هم نتامینی خصوصا دا تاکن و کمیسون چی دا بودجه مصرف کردی دا دویم بحث دلتا دا 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 افغانستان یوازی تا دا افغانستان حالاتو تا وګوره تاسو که غواړی چې د 2013 کال د ولسی جرګې ټاکنې چې د بحران طرف ته تللې وې او اوس هم په نړیواله سطح باندې موږ د هغې ټاکنو نوم چاته نسو اخیستلی ریاست جمهوری ټاکنې د ولسی جرګې ټاکنو نه زیات تفاوت لري که دلته په صحیح توګه سره مدیریت ونسی او زه د موجوده حالاتو کې زه چې تاسو سره خبرې کوم په کمیسیون کې یو کارمند تخنیکي ته نه لري ته څنګه توقع د رڼو شفافو د قوانینو مطابق ټاکنې لري او په کوم اساس باندې ته ځې اوزار اخلي ډیوایسونه اخلي او یو کمپنۍ د نه پوهېږم چې تېر کمیسیون د جرمني کې د ډرملوک په نوم باندې یو کمپنۍ ده چې هغه کمپنۍ په مورد باندې تېر کمیسیون هم د افغانستان خلکو ته ضد او نقص غلط معلومات ورکول چې په سومالیا کې انتخابات کړي اصلا دغه کمپنۍ په سومالیا کې هېڅ انتخابات نه دي کړي دوی صرف اوزار یې خرڅ کړي دي سافټویر یې خرڅ کړي او بس بل موضوع دلته دا ده که چیرته د ولسی جرګې ټاکنې دوباره دوی غواړي چې تکراری کې هغه اوزار ترینه استفاده وکړي هغه هیڅ ګټه نه کوي وروره هغه وخت کې دغه ډیوایسونو نه استفاده کیږي او فایده لري چې کله سبتینام په ټول هیواد کې له ټکنالوژي په ذریعه باندې وسی او شناسایی او ووټر وریفیکیشن د انتخاباتو په ورځ باندې له ټکنالوژي نه استفاده وکړي په حیث د یو تخنیکي په حیث د نهاد مشر 60% زه د افغانستان هیوادوالو ته بیا دا تضمین کوم چې شفافیت په ټاکنو کې راځي او که دا ونه سي 15% هم شفافیت نه سي چې که د رای ورکوونکو نومونه د دغه ماشین پر بنسټ د ماشین د کارولو پر بنسټ نه وي ثبت شوي آیا ممکنه ده چې انتخابات د دیده ماشین پر اساس وشي لست کلاسیک یا مغه غیر ماشینی اساس باندې امارای ورکون کې ماشین پر اساس باندې دا څومره امکان لري د تخنیکی اړخ نه ګورم یو ځل بیا وایم اول خو موږ واجد شرایط لست نه لرو دا اوس 40% واجد شرایط لست کمیسیون نه جوړ کړی متاسفانه تاسو ولیدل چې د غټو لوړپوړو چارواکو په واجد شرایط لست کې نوم نه و کله چې په کابل کې د تا لیست کې نوم نه وي په ولایتو په ولسوالیو په کلو کې به د تا په لیست کې څه نوم پیدا سي تېره ورځ به مناظره واورېدله چې همیشه ما دا ویلي دي چې کمیسیون د تخنیکي افرادو ځای ده بغیر د تخنیکي افراد هیڅوک باید دا کمیسیون ته لاړ نه سي چې هلته د افغانستان د خلکو په رایو باندې ملنډې ووي یو ځلې بیا دغه ناورین او بحران په دې هیواد کې را پیدا کړي دوی دا اعلان کړی دی چې 450 مراکزو ته موږ هغه لیست لیږلی چې هلته اصلاحات پکې راولي تا 1000 مراکزو کې تا سفتینام کړی ده هغه نورو ته به ته کله لیږي د ټاکنو د قانون 2 ماده په صراحت سره هلته راغلی دي چې باید د اصلاح لپاره تاسو ټولو هغه مرکزونو ته دغه لیست ولیږي چې تر څو اصلاح سي دغه قانون دوی نقص کړی ده اوس دویم بحث دلته د ټکنالوژي ده که چیرته سفتینام دوی ګوره کمیسیون دغه نوې رهبري باید اول په اعتماد سازی باندې کار کړی وي متاسفانه په ټول هیواد کې یو غونډه ما ونه لیدله په یو ولایت کې چې دوی اعتماد سازی کړی وي دویم بحث دلته دا ده چې دوی باید له شروع نه د ټکنالوژي په سپیسیفیکیشن باندې بحث کړی وي اوسه پورې کمیشنر راوغواړه دوی په دې مشخصاتو په سپیسیفیکیشن باندې تا سره استدلال نسي کولی چې په دې کې څه شی دي دویم بحث دلته دا ده چې هغه اوزار دوی اوس زه خبر سوی یم چې دوی بیا خریداري لپاره تللی دي اول خو دغه کار د کمیسیون د تاسو یو جورنالیست ماته نن راغله او دغه پوښتنه یې رانه وکړه ما زه تعجب پاتې سوم چې په دغه 2004 کال موږ په ټاکنو کې کار کوو رئیس د کمیسیون رئیس د دارالانشا او همدغسې نور خلک د اوزارو خریداري د وظایفو اصلا دوی د خپلو وظایفو ناخبره دي رئیس د کمیسیون کله چې په خارج کې یو غونډه وي دا کولی سي چې نمایندګي د کمیسیون یا د دې هیواد وکړي امانه تخنیکي لپاره په خریداري د تخنیکي اړخ نه تخنیکي افراد باید هلته لاړ سي چې متاسفانه زه اوس درسره خبرې کوم چې د زیات راجع کیږي د ټکنالوژي برخې ته چې هلته د ټکنالوژي برخه کې څوک نشته چې په صحیح توګه سره دوی یا دوی ترینه کار واخلي بل بحث دلته دا ده دوی مشاورین خارجان استخدام کړی دي زه اکثر پیژنم دا مشاورین هم ښه به دا و چې د افغانستان په سطح باندې هغه مشاورین چې دلته تجربه د افغانستان درلودلی هغه استخدام شوی خو بهرحال دوی
څنګه اوس وکولی سي چې له دې مشاورینو نه استفاده وکړي، ځکه چې دوی که چیرته تخنیکي افراد نه وي نو دوی له هغو نه استفاده نسي کولی. دویم بحث دلته ډیر زیات ده چې یو ځلې زه بیا وایم چې دغه هیواد زموږ مشترکه کور ده، د دې حفاظت او د دې ته کار کول د اصلاحاتو لپاره دا زموږ مشترک کار ده. د ټاکنو په برخه کې ډیر جدي اقدام باید واخیستل سي. هم ټول کاندیدان د ریاست جمهوری په شمول د رئیس صاحب جمهور دوی باید کینی که غواړي چې شفافیت رامنځته کړي، که غواړي چې د چې څنګه وکولی شو چې دغه هیواد مو له ناورین او بحران وژغورو دوی باید په ګډه کار. دوه پوښتنې مطرح کوو. یو دا چې له دغه وضعیت سره سره څومره روښانه او لمریزه فکتورونه شته چې تاسو وشمارئ چې دا د دغه پښتون کې امکان لري چې موږ وشو کولی چې یو شفاف انتخابات ته لاړ شو، یو دوه درې. دویمه پوښتنه دا ده چې موږ یو اصل په نامه د مدیریت د بحران لرو، که یو عادي حالت یو نارمل حالت وي کیدای شي چې یو کانسپټ جوړ شي طرحه شي او د هغه پر اساس موږ نارمل کار وکړو، اما داسې یو وضعیت کې چې اوس د وخت محدودیت شته، شپږم د میزان ده، فشارونه دي د نړیوالو، په دغه یو وضعیت کې څه ممکن دي، څه باید وشي؟ د شفافو ټاکنو لپاره ډېر کافي زیات وخت و، متاسفانه هغه وخت لاسه تللی ده، ضایع سوی ده. درې درې نیمې میاشتې دغو کمیشنرانو یا کمیسیون چې دوی وګمارل شول دوی هم باید هغه وخت کې په اعتماد سازي باندې کار کړی وای. اول د ټاکنو لپاره اعتماد سازي ده، کله چې زه اوس له تانه پوښتنه کوم، زه دوه کسان یو منګو تاسو یو څلور کسه ته د خپل تلویزیون کې سروې وکړه چې تاسو راتلونکو ټاکنو باندې اعتماد لرئ، دوی به درته وایي چې نه، ځکه چې د دوی د رایو احترام نه ده سوی. کله چې احترام د رای نه وي زما فکر سره بل دغه کمیسیون ته په کارو چې زه د ناقص معلومات د افغانستان خلکو سره نه وای شریک کړي، یعنی دوی چې کله اوله لاړه دوی ویلې چې موږ به فل ټکنالوژي نه استفاده کوو، آنلاین سیستم به وي او په څلوروي ساعتونو کې به موږ نتایج یا نتیجه اعلانوو. اصلا کله چې ته د ټکنالوژي نه آنلاین هم استفاده وکړې موږ د څلوروي ساعتو کې نتایج د شکایاتو پروسه ده، موږ دغه نسو اعلانولی. دویم دوی بیچارهګانو ته چا په دغه کې ویلي دي چې دغه خبره وکړي دې سره به تاسو ایمیج خسي او کمیسیون لا بل میاشت نه وتلی، کاشکې چې میاشت وتلی وای. یوه هفته بعد دوی بیا خبره وکړله چې موږ دا نسو کولی، وخت کم ده. دویم بحث دلته دا ده چې کله دغسې ضد او نقص خبرې کیږي زما فکر سره چې اعتماد هغه شته، اعتماد د افغانستان د خلکو په کمیسیون باندې نشته. دویم ترن اوټ په راتلونکو ټاکنو کې اول زه شک نه کوم چې د شفافو ټاکنو په مورید باندې که زه بحث وکم د افغانستان خلک او خصوصا د اتلس کاندیدان په شمول د رئیس جمهور دوی به مایوس سي چې هغه نیټه د کمیسیون اعلان کړې ده د هغې نه وروسته به کوم عواقب رامنځته کیږي. آیا کمیسیون د هغې لپاره تدابیر لري تخنیکي؟ خو نه لري. یعنی زه سل فیصده که کاشکې چې یو کمیشنر دې راغوښتی وای چې ما ورته ویلي وای چې ته د دې لپاره تدابیر لري، نه لري. نو ولې موږ د افغانستان د خلکو په آینده باندې د افغانستان په ملي منافعو باندې موږ دوباره لوبه وکړو؟ دغه هیواد دردیدلی ده، کړیدلی دی، هیواد کې مو هر رقم ستونزې شتون لري. نو موږ باید دغه ټاکنې زموږ په لاس کې دي، دغه ټاکنې خو باید په صحیح توګه سره مدیریت کړو. دغه ټاکنې خو د افغانستان خلکو ته د نړیوالو ته یو مثالي ټاکنې موږ باید ولرو. تاسو د ولسی جرګې کوم ضعف ټکی دي تاسو باندې د تخنیکي لپاره که مستقیم په تخنیکي بحث راشو خاله مزای کوم د ضعف ټکی شته په تخنیکي پلو باندې چې یو لوری وغواړي له هغه ضعف نه د خپل په ګټه استفاده وکړي چې اوس ارګ ته ډېر ګوته نیول کیږي؟ ګوره که ارګ وي یا هر کاندید وي اول خو کمیسیون باید استقلالیت وساتي، د هیچا په کیسه کې نسي. دا تخنیکي بحث دا یو دا سیاسي بحث دا سیاسي بحث یعنی د افغانستان د 15 او 10 میلیونو وګړو احترام باید دوی وکړي، نه د یو اتلسو کسانو. ځکه دویم بحث دلته تخنیکي دا ده که چیرته دوی غواړي چې موږ شفافې ټاکنې ولرو د قوانینو مطابق په دغومره کم وخت کې د افغانستان خلکو ته زه وایم چې هیڅ امکان نه لري. یو او جدي ویره مې هم دا ده چې د راتلونکو ټاکنو د ریاست جمهوری نه وروسته په دې هیواد کې خدای مکړه چې ناورین او بحران رامنځته نه سي. که هغه رامنځته کیږي علت به ناسم مدیریت، د قوانینو مطابق به ټاکنې نه برګزار کول، دغه ټول هغه موارد دي، هغه فکټورونه دي چې راتلونکي کې موږ ورته منتظر اوسېږو. دویم بحث دلته دا ده که ته تر اوسه پورې واجد شرایط لیست نه لري په ټول هیواد کې، دا یو ستونزه. دویم ستونزه
ته د ټکنالوژي نه باید استفاده وکې. کله چې نونسمه ماده تا ته په سرعت سره راغلي بیا د قانون تعدیلول ولې دغه ماده بیا پکې ذکر کوله چې په ټولو پړاوونو کې باید د ټکنالوژي نه استفاده وسي د لا شفافیت د لا روڼتیا لپاره د چټکتیا لپاره. کله چې ته په ټولو پړاوونو کې ترېنه استفاده نشې کولی دا په دې معنی چې قانون نقص و. دویم بحث دلته دا ده په دغه قانون کې چې تعدیل سوی ده په دې کې موارد نور زیات هم د ټاکنو لپاره دي چې ایم ډی آر سیستم د ایس این ټی وی سیستم باندې موجوده دا باید تغییر سي. ولې ګوره ولې باید تغییر شي؟ خو هلته پکې ذکر شوي چې ایم ډی آر سیستم ایس این ټی وی سیستم په ایم ډی آر سیستم باندې باید تغییر سي. اما دا توافق نه ده شوی په قانون کې. ګوره په قانون کې دا نه ده ولی یادواري پکې آیا د قانون بغیر دا کاروایي وشي تاسمان؟ نه خو دا د ټولو ولی دا خو ګوره زه هغه وخت کې چې په زمونږ نه انټرویو کېدل رئیس صاحب جمهور که معاون صاحب دویم ما نه په دې مورد باندې سوال وکړ نو دغه ما ډیر په تفصیلي سره ورته نو تاسو څه کارای هستئ چې د قانون یو ماده غواړئ د کوم په ذهنو څلیکې تبدیله کوي وایي چې دا ګوره زه هغه نه وایم هغسې زه نه وایم چې یو شی په قانون کې نه وي باید کمیسیون هم د دې صلاحیت نه لري چې ویکي. ولې دویم بحث دلته دا ده وروره چې که چېرته د بایومیټریک یا د سیستم نه استفاده ونه سي یعنی اولین باید په ټوله کې ټول رجستریشن په ثبتنام په ټول هیواد کې باید په ټکنالوژي سره وسی. یو ځلې بیا وایم شناسایی د انتخاباتو په ورځ د هر مرکز بیرون باید دغه ډیوایس کیښودل سي چې په دې کې د احمد محمود د چا نوم وي هغه فینګر پرنټ په اساس باندې وپیژندل سي هغې نه وروسته هغه ته اجازت ورکړل سي چې ته رایه واچوه. که دا کار ونه سي او د انتخاباتو په ورځ دا یو تعجب ده ماته چې څنګه دوی استفاده د انتخاباتو په ورځ کوي چې ثبتنام د ټکنالوژي نه یې کړي زما فکر سره ماته لږ داسې مشکل ښکاري دا کار. بیا هم زه خپل پوښتنه تکراروم ما خپل ځواب وانه اخیست تاسو په د مجموعي خبرو کې کوم د ضعف ټکي شته کوم د ضعف ټکي شته چې یو لوری کوی شي د هغه نه په ګټه پورته کولو باندې د خپل په نفع استفاده وکړي هغه شیان چې تاسو ویلې دا عمومي ستونزې وي دا شی نشته دا شی نشته دا شی نشته اما کوم لوری دی دغه نشتون له څنګه استفاده کوي چې د خپل په نفع. ګوره که ته وایې چې یو کاندید د کمیسیون د ضعف له ټکو نه استفاده وکړي او په خپل نفع باندې استعمال کړي اول خو بیا هغه ته کمیسیون ته زه کمیسیون نه وایم متاسفانه ځکه چې اوس خبر هم دلته مونږ خو په نیویارک کې نه غږیږو تاسو چې فقط نیویارک یو زه په افغانستان په سطح باندې غږیږم د افغانستان په سطح باندې کله چې دغه ټاکنې د ریاستي جمهوري ټاکنې د ولسي جرګې یا د نورو ټاکنو نه ډېر زیات تفاوت لري دا ډېرې پیچیده دي ډېرې سختې دي که چیرته حق حقدار ته ونه رسیږي او صحیح نتایج ګوره که صحیح نتایج اعلان شي تاسو کاملا تخنیکی بحث نه کوئ. ګوره که ته دا وایې چې د موجوده کمیسیون نه لکه تیره ورځ چې یو کمیشنر ادعا وکړله چې ارګ مداخلت کوي صحیح ده دغه کمیشنر باید افغانستان خلکو ته ووایي چې په کوم اساس باندې ارګ مداخلت کوي باید جواب ووایي دا ډېر واضح وویل چې په دغه اساس باندې مداخله کوي اوس د دې پریکړه دا زما پورې اړه نه لري زه تخنیکي بحث کوم دا د نورو کاندیدانو کار ده زما پوښتنه ده تخنیکي بحث نه کوئ تخنیکي بحث کې ما نه ویل نه دي ویلي چې احمد یا محمود ما ویلي دي ډېر واضح چې کوم د تخنیکی لپاره چون تاسو په کمیسیون کې رئیس وای د تخنیکی لپاره کوم ضعف ټکی څنګه دی او چا په نفسه استعمالیدلی شي ګوره ډېر زیاتی ډیر زیات موارد دي که موږ په هغې باندې بحث وکړو بیا یو ځانګړی بحث جوړ کړو چې زه درته وایم چې دا بحث ځانګړی ده دلته خو موږ کوم بل څوک مېلمانه لرو تاسو یو خبره دا ده چې کمیسیون که چیرته صحیح مدیریت ونه کړي او په صحیح توګه سره تخنیکي مخ ته لاړ نه سي پروفیشنل مخ ته لاړ نه سي مسلکي مخ ته لاړ نه سي د هغه د غیر مسلکي توب نه هر څوک استفاده کوي هر څوک ترې نه استفاده کوي ډیر زیات مننه له تاسو نه هم چې تر دا بحث تعقیب کړ تر بیا خدای په امان.